حضرتی ثانوی غزنوی گردانیم. جهد آن کن که سرفراز شوی، بر در خلق بی نیاز شوی. کوشش که میگه که سرفراز شوی و از در خلق بی نیاز شوی، نیازمندی خلق نباشی. بر در این و آن به هرزه مپوی، و از در خلق آبروی مجوی. عزت از حضرت خدای طلب، منصب و جای آن سرای طلب. یعنی که این گپا در قرآن هم گفته هستن، خداوند غفور رحیم، که اکثر آدم ها ناشکر هستن. این قم میگه غمخوریه که خداوند میگه من میکنم به این آدم ها یک بار اینا مرا حمد نمیگن، شکرانه نمیگن. برای همین هیچگاه وقتی میگه شما یکان کار میکنی، شما اول برای من میکنی. خلق کم در بین خلق آدم های هستن که میندار باشن و به قدر خوبی تو برسن. برای همین میگه عزت از حضرت خدای طلب میگه، منصب و جاه آن سرای طلب. منصب و بلندی یعنی که مرتبه بلندی از آن سرای طلب، سرای جاویدانی از خدا تو طلب میگه. از نیاز آدم، از آدمی زایج مال فکر نک که یک وقت را میندار میشه و یعنی تو کردی همون کارا از برای خدا، همون کارا که خداوند تر باید بفهمه و حسابش کنه. ای سنایی زی جسم و جان بیکسیل، هرچی آن غیر اوست زان بیکسیل. میگه ای سنایی خودش به خود چک میگه که از جسم و جانت بگذر، میگه و هرچی غیر خدا از میگه ایوه هم بگذر. هرچی که در این دنیا غیر خدا از بگذر میگه. بیش از آن پیش از این در راه ای مجاز مپوی، صفت و زلف و خط و خال مگوی. راهی که مجازی است و خالی است از وی بگذر میگه. دست در رشته حقایق زن، پای بر صحبت خلایق زن. یعنی که حضرت ها وقتی که یک دانش معین خداوند به ویرا میتیه شو و کرامت شو میتیه، که علم یک کرامت بهترین است از جانب خداوند غفور رحیم، بعد اونا را هدایت میکنه که بری اک خلق چکار کنه، امر کنه که خلق یک کم تا روشنایی پیدا شود، در جهل نباشند. برای همین میگه که دست در رشته حقایق زن، پای بر صحبت خلایق زن. گوهر عشق زیبور جان کن، قصد آبی حیات و ایمان کن. میگه شورش عشق در جهان افکن، فرش عزت و بر آسمان افکن. چیست و چابوک میانی خلق درای، همچون پروانه گردی شم برای. همچون پروانه واری امیده شم شکی در گردی تی پروانه واری آدم ها بگردن، روشنایی کنه ای پروانه هایی که کور هستن. سرگردون به زیبرپای درار، یک نفس در راه خدای برار. صحبت عاشقان صادق جوی، همراه و همدم موافق جوی. یعنی که میگه در صحبت عاشقان خدا باش. میگه یا عاشق خدا را دیدی، برا قطعه و هم صحبت باش. همراه و همدم موافق تا در این دنیا بیا. یعنی که بد به تو افتد گر بد قرینت شود. میگفت حضرت عطار بد به تو گردد افتد در زندگی، در حیات گر بد قرینت شود. اگر آدمی بد قرینت شود، بدی در زندگی می شود. برای همین صحبت عاشقان صادق جو میگه، همراه و همدم موافق خود. هر یک آدم در دنیا موافق خود چه باید بیاید. خودت پاک باشی، مثلا اگر زنگیر باشی زنی پاک بکو. در قرآن هم نویستگیه که مومین ها را همراه مومین در کار، کافیر ها با کافیر های خود چوب روان. چند گردی با گرد قعبه گیل میگه، چند برای در گرد هم قعبه بگردی. میگه قعبه که با گیل سنگ راز کردگیه، میگه
یعنی با ظاهیر دنیا. یک نفس میگه کن طواف کعبه دل، یک نفس که تو در نمازت میگذرونی و در طاعت میکنی، یک نفس که در همون دلت که در درون تا دگیر در همون دلت یک بر طواف که میگه، یعنی که چند گردی با گردی کعبه دل، یک نفس کن طواف کعبه دل. اندر این ملک پادشاه دل است، در راه صدرا بارگاهی دل است. در راهی که طریقت نام دارد پادشاه میگه دل است، میگه خیرد نیست، دل است. فقط ما با واسطه دل به خدا نزدیک شده میتونیم، با واسطه جان به خدا نزدیک شده میتونیم. که خداوند میگه که من ایمو رگی گردن تو دا با شما، ای همه قرین ترین با شما من می هستم. خداوند یافتاییم یعنی که در جانی ما هست، در همه جای ما هست. و میگه که در این ملک میگه پادشاه دل است، در راه صدراه بارگاه دل است. کالبدی هیچ نیست این دل است، ساکینی بین الاسبعین دل است. یک جای نیست که در اینجا خون می روه می روه، اوجا میگه جای اساسی های میگه قابلی نقش کفر و دین است، او تخته مشق مهر و کین است. او همه چیزی که ما یا کفر یا دین، همه چیزی که ما می بینیم، حسای ما، چشمات و گوش هام و همه عضوهای حسی که ما داریم، خبرها را، اینفرمانسی را میبره در دل میریزه. رنگ هم ماشینی کمازه بارش مینیکو همون موج میبیا پرش مینیم یا در دل چپش میکنه. یعنی میگه که قبولی نقشی، نه تنها نقشش بلکه سخن هم نی، آواز هم نی، موجی وی هم نی در درنی دل میرسه. همه حسایی که ما داریم، چشم، گوش، همه حسایی که دیگه هستن میان در دل میریزه شون. خبر همو کم از بار میکنه، میاد در نمو خونه های دل در چپش میکنه. اگر کفر پر کنی بیاری بریدش، همو درنی دلت پری کفر میشه و معلول میشه. چی که چقدر که حضرت عطار میگه ما بین ما گوی مشنو الا به فرمان، که تا کافر نگردی ای مسلمان. یعنی که قبول همین نقش کفر و دین در دل است، تخته مشک و مهر و کین، همه گند خصلت هایی که دته دارند، کینه کردن، بدی کردن، هیرس و دیگر دیگر چیزات، همش در همون دیل هم. قصه جام و جم بس شنوی، اندر این آن بیش و کم بس شنوی. به یقین دان که جام جم دیلی توست، مستقری نشاط و غم دیلی توست. جای خرسندی و جای غم دیلی آدم های. وقتی که کفر که پر کردی، که در همجای تلویزیر که استودی که پرش که کردی، غم پیدا می شد دیل. غم که پیدا شد بعد همه چیزی گندگی در گیر در طرف جمع می شود، بعد کسلی ها پیدا می شود، دیگر چیزا با شیطان چهک ها با میان جمع می شود، در ند می درویم با وسوسه می کنند. یک علمی کلان است. وقتی که تو دین که در رو پر کردی، دلت آسوده می شود، آزاد می شود، خرسند می شود. خداوند که یاد کردی در دلت، دلت خرسند می شود. در گیر در طرف شیطانک ها می گریزن دفت می شود، سالیم می شود، قلبت سالیم کشید، همه ایجاد سالیم می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث داره که میگه که در آدم یک چیز است، وجنی چیز است. میگه اگر همون بیمار باشه، همه جا بیمار میشه. میگه این قلبی آدم است. میگه گفته های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که تیب نبی، تیب بهترین، یگان تیب دنیا با تیب نبی برابر نمیشه. این علمی است که به هر کس نمیتیه خداوند. همین جانت که کسل شید، همه کسل در تیب تو میشه. گر تمنا کنی جهان دیدن، جمله اشیا در او توان دیدن. همه چیزی دنیا را
در دلت میآوی. اگر تو چشم دلت تو تازه کنی، تو همه خیل دنیا را حقیقت چه دیده میتونی. نیک اگر چشم دلت کور باشد، همه خیل تاریک میگردی. در سوره البقره خداوند غفور رحیم میگه که کسی ای قفای طاغوت و شیطان ها میروه، اونا را ای نور به ظلمت میبرند، جاهلشو میکنند. و کسی که در راه حق میرود، او را ای ظلمت به نور، به روشنایی میبرد. دین به روشنایی میبرد، به تاریکی نمیبرد. اینکه کسی ای قفای طاغوت برود و کفر برود، او جاهل است. در کدام عصر زندگی نکنه، در کجای زندگی نکنه. چشمی سر نقش آب و گل بیند، میگه آنچی سر سیر است چشم دل بیند. بعد چشمی همون این چشمی سرت قطی فقط نمی رنگ روی بیرون نمی بینی، نکی سیره چه که نایان است و یا چشمی دل میتونه دیده. وقتی که آدم پاک میشود، تازه میشود، دیگه همه کاری حیات چه به همی دلش قطی خلاصه هاشا میبروره. یگون کار کردن همی دلش هفته مینه، دلش اگر بگه بکمینه، نکی برای ایشیدن تو باید جان پاکنی. تازه دل زنگی هیرسو نزدائی، دیده سری تو باز نکشایی. یعنی که همون چشمی سر با چشمی دل علاقمند است. تا میگه از زنگم، زنگوی هیرس کفر ای دل توزه نکنی، میگه دیده همون چشمی دیده سر تو توزه کده نمیتونی که به حقیقت دیده بتونه. دیده دل نخوست بینا کن، پس تماشای جمله اشیا کن. اول میگه برا چشم دل تا تازه که میگه، بعد بیا که خلاصت ای دنیا ببین، ای حادثه ای دنیا، بعد میفهمی، بعد میبینی که ایک قصول تو در کفر زندگی کردی، جاهل بودی. یک هفته بیا در چشم دل تا تازه که جنشونت بتین، انا بعد برا دنیا را دیگه خیلی میبینی. یعنی که دیده دل نخوز بینا کن، میگه پس تماشای جمله اشیا کن. اول برات چشم دل تازه کن، بعد بیا قتیم اوجا گپ زنه کن. بعدی تازه کردن چشم دل، آدم گفتارش دیگه می شود، رفتارش دیگه می شود. چون نشود دیده دلت بینا، اندرین هفت گنبد میانا. چشم دیده دلت اگر بینا نشود، در مینه همینجا در همینجا در جهل می گردی. تو چی دانی بیرونی زیخرگاه چیست؟ فعلی هفت چرخو احزر کیست؟ هر چی دارد وجود و امکان، علوی و سفله و زمان و مکان. هر چی بیرون درون و هر گاه است، ثانی و نقشبندیش الله است. هر چیزی که تو میبینی، میگه وقتی که چشم دید روشن میشوه، میفهمیش که همه اینا را نقشبند شو، پرایکت شو، همه شا خداوند کشیدگی های. کدام طرفی که تو نگاه نکنی، پرایکت شا خدا کشیدگی های. آسمون ها بینی، ستاره ها را، آفتاب و ماه ها، دیگه چیزایی که اصلا در آسمون خداوند کشیدگی های پرایکت شوه، خودش اختراعش کرده، یا خودش میجمونش، خودش همش را گذروف که می نگفتیم رسو. درخت ها را بینی، گل ها را بینی، حیوان ها را بینی، آدمیزاد را بینی، همش نقش بندش خداوند است. در ازل گربه نفس هست آنشا، جوهر و جسم و صورت و معنا. یعنی که همه ایسی که در ما هست، یعنی که جان آدم است، که جوهری همه چیز نفس است، یعنی که جان آدم است. جوهری جسم، جسمی ما معنا نداره به جان، صورتی ما معنا نداره، یعنی معنای آدم این جانی بای است. بهترین سخنها هستند، یعنی که برای اون که حقیقت بینی، اول چشم دیل تازه کردن در کار،
چشمی دیلت تازه که برای چشمی تازه که تواف قعبه دیل میکنی، چشمی دیلت که تازه که شد، پس از آن چشمی سر دیگه خیل دنیا را میبینه، دیگه خیل خلاصه ها بطره میتیه، با دیگه جا را با دیگه جاده روانت میکنه. و برای چشمی دیل تازه شوه باید اخلاص باشد، صدق باشد در نمازت، ذکر با دیل کردن در کار، با زبان دیل ذکر یاد گرفتن در کار، قرآن کریم گوش کردن در کار، مطالعه کردن در کار. و کلمه حضرت ها را گوش کردن در کار، خلاصه ها را بروردن در کار و در رای شرع خداوند غفور رحیم رفتن در کار. انشاءالله کتاب حضرت دوام دارد، فرصت شد دوام میتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.